در کانادا آداب و رسوم خاصی بر روابط افراد حاکم است. البته با توجه به منطقه گرایی و تنوع فرهنگی بالای کانادا، بسیار دشوار است که یک سبک مشخص رفتاری برای ایجاد ارتباط معرفی کرد. با این وجود برخی سبک‌های ارتباطی پایه وجود دارند که تا حدود زیادی در کل کشور پذیرفته و استاندارد شدند. در کانادا تا زمانی که روابط دو نفر از حالت رسمی خارج نشده، یکدیگر را به نام فامیل صدا کرده، در زمان دست دادن نیز مستقیم به چشمان طرف مقابل نگاه می‌کنند. همچنین در حالت کلی در مناطق انگلیسی زبان قطع کردن صحبت دیگری مرسوم نیست، اما در مناطق فرانسوی زبان بیشتر احتمال دارد که کسی صحبت دیگری را قطع کند. کانادایی‌ها همچنین دوست دارند در مورد زندگی شخصیشان با دوستان و همکارانشان صحبت کرده و انتظار دارند که دیگران حرفهایشان را ساده و صریح بیان کنند. استفاده از عناوین دانشگاهی به ویژه در کبک، جایی که برای احترام از دو واژه موسیو و مادام استفاده می شود، بسیار مهم است. در غیر این صورت، تا زمانی که امکان استفاده از اسم کوچک فراهم نشده، از عناوین خانم یا آقا استفاده کنید. به طور کلی کانادایی ها برای جشن های تولد و کریسمس هدیه می دهند. اگر برای شام به خانه کسی دعوت شوند، یک جعبه شکلات یا یک دسته گل با خود می برند. البته در کبک دسته گل را پیش از شام ارسال می کنند. در کانادا همچنین هدایا معمولا بلافاصله پس از دریافت باز می شوند. در این کشور هیچگاه استفاده از پول نقد به عنوان هدیه به هیچ عنوان مرسوم نیست. در مراسم ترحیم نیز از گل سوسن هرگز استفاده نمی شود. آداب غذا خوردن در کانادا تا حدود زیادی غیر رسمی است. در هنگام صرف غذا، چنگال در دست چپ و چاقو در دست راست نگه داشته شده و هیچ کس آرنج خود را روی میز نمی گذارد. همچنین باید منتظر بمانید تا صندلی شما مشخص شده و هیچگاه قبل از آغاز مهمانی شروع به خوردن غذا نکنید.